قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند است. برای اینکه بتونن اون دشمن پردازی، توهم دشمن پردازی رو بتونن به پیش ببرند، آمدن قضیه فلسطین رو بیشتر بولد کردن، با وجود اینکه مصر، اردن، عراق و یکایی که کشورهای عربی هستن کاری با فلسطین رو دیگه ندارن، میگن خودتون برید گلیم خودتون عذاب بکشین، ما حاضر نیستیم بودجه در اختیارتون بذاریم، اگر هم لازم باشه خالات هستن ایرانی هایی که به حساب بچه های بلوچ و کرد و خوزستانی حاضرن مملکت خودشون رو امت امامت بیان در اختیار شما، پول های هنگفت 30 میلیون دلاری در ماه بگذارن، 360 میلیون دلار در 36 سال بکنیم، ببین به چه پولی هنگفتی شما دست میابین، در کنار 63 میلیارد دلاری که اتحاد اروپا و ریپورت یو این وست بانک و گازا یعنی در اختیار گذاشته، آنلاین هستش میتونید دقت بکنید، در از این سالها به حدود 63 میلیارد دلار آمدن در اختیار آنها گذاشتن که بتونن آبادی خودشون رو، اقتصاد خودشون رو به پیش ببرن، ولی متاسفانه با پولای هنگفتی هم که از ایران گرفتن، از اردوغان گرفتن، از قطر گرفتن، به جای این مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردن. از این رو اون تنش زایی، دشمن پردازی در از به نظر من منافع نه فقط جمهوری اسلامی از نظر هلال شیعه و شیعه گری در مقابل سلفی گری، اسلام گری افراطی سنی داره بیان میکنه، حالا صحبتش رو به خلافت اسلامی باشه که به هر حال یا اینکه امارات اسلامی باشه که همان افغانستان و طالبان هستند، چه گرفته دولت اسلامی و و غیره، یعنی بحث بر این هستش که در حال حاضر با اون عادی سازی که قرار بود به پیش برن با آل سعود، میتونستن اون 50 میلیارد دلاری که در دوران کوچنر و ترامپ بود بیان سرمایه گذاری کنن در این سرزمین ها، حتی مسائل آوارگان فلسطینی رو که در اون موقع 800 هزار نفر بودن که در همون مقدار نیست، همون جمعیت نیست، از یهودیان کشورهای اسلامی اخراج شدن و که به اسرائیل آمدن با جنگ جهانی دوم و تاسیس دولت اسرائیل، بتونن اون مثلا حل کنن که متاسفانه با مداخله سپاه قدس، پشتیبانی لوجستیکی و مالی که به قضیه فلسطینی داشتن، تمام مسائل رو و عادی سازی به آل سعود رو به کنار زدن. آتش.